فنسأل عن أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. ابتدا به سوالات پنجگانه میپردازیم قبل از اینکه به بررسی اونها بپردازیم. السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ سوال اول اینه که چرا توحید رو مورد بررسی قرار میدیم و فرا میگیریم. السؤال الثاني، لماذا ندرس هذا الكتاب متن الأصول الثلاثة؟ سوال دوم اینه که چرا مشخصا این کتاب اصول سگانه رو فرا میگیریم. لأننا طلاب والطالب لابد يسير على النهج الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. برای اینکه ما طلاب هستیم و یک طالب و دانشجو باید اون مسیر رو در پیش بگیره که به نتیجه‌ای که باید برسه دست پیدا بکنه. السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ يقول لك لخص لي هذه الأصول الثلاثة، ما هي؟ سؤال سوم اینه که این اصول سگانه چیه؟ این اصول سگانه رو مختصرا چه بسا کسی میگه به من بگید، حال این اصول سگانه چیست؟ الاصول الثلاثه هي اسئله القبر، الاشياء التي تسال عنها في قبرك. اصول سگانه همون سه سوالی هست که هر انسانی در قبر درباره اون مورد سوال قرار میگیره. من ربك و ما دينك و من نبيك علی الصلاه والسلام. این که پروردگارت کیست، دینت چیست و پیامبرت کیست. السؤال الرابع، ما هي الثمره، ما الفائده من هذه الدراسه؟ سوال چهارم اینه که نتیجه و پیامد و دستاورد این درس و فراگیری این مبحث چیه؟ الفائده اننا اذا تعلمنا الان في الدنيا هذه الاصول الثلاثه ثم عملنا بها ثم دعونا اليها ثم صبرنا على العلم والعمل والدعوه نصنع هذا في الدنيا باذن الله نجيب عن اسئله القبر. نتیجهش اینه که اگر ما در دنیا این اصول سگانه رو یاد بگیریم، بهش عمل بکنیم، بهش دعوت بدیم و بر همین سه اصلی که یاد گرفتیم عمل کردیم و دعوت دادیم صبر و شکیبایی پیشه کنیم در دنیا، در قبر هم میتونیم این سوالات رو جواب بدیم و رستگار میشیم. نعم. السؤال الخامس والأخير، على ماذا يحتوي هذا المتن؟ ما الذي يعني بداخل هذا المتن؟ سؤال پنجم اینه که محتوای این متن چیه؟ المتن هذا يحتوي على أقسام خمسة. این متن شامل بر پنج مسئله هست. القسم الأول المسائل الأربعة. قسم اول مسائل چهارگانه. المسائل الأربعة العلم والعمل والدعوة والصبر. علم، عمل، دعوت و صبر این مسائل چهارگانه است که در محتوای اول قرار داره. القسم الثاني المسائل الثلاثة يعني أنواع التوحيد الثلاثة. قسم دوم انواع سگانه توحید هست. القسم الثالث، لماذا ندرس التوحيد؟ مسئله سوم اینه که چرا توحید رو مورد بررسی قرار میدیم. القسم الرابع، شرح الاصول الثلاثة، اسئلة القبر. قسم چهارم، شرح اصول الثلاثة یا همون اصول سگانه است که سوالای سگانه قبر هست. القسم الخامس، الخاتمة، والله اعلم. قسم پنجم که همون خاتمه و پیگفتار هست و پایان مبحث.